میخوام امروز در رابطه با فضیلت قربانی صحبت نمایم. شاید اکثریت از فضیلت قربانی بدانیم و بعضی ها داشته باشیم در میان ما که از فضیلت قربانی نمیدانند. قربانی کردن بسیار زیاد ثواب دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند پسندیده ترین عمل نزد الله سبحانه و تعالی در روزهای عید قربان ذبح حیوان یعنی قربانی است. این عمل در ایام قربانی نزد الله سبحانه و تعالی از تمام اعمال نیک دیگر انسان ها بهتر است. قبل از اینکه خون قربانی بر زمین ریخته شود به درگاه الله سبحانه و تعالی شرف قبول می یابد. از این رو با وسعت قلب باید انسان ها قربانی بکند. متوجه این حدیث باشین که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به اندازه موهایی که بر بدن حیوان قربانی است به همان اندازه به صاحبش نیکی می رسد. خب برادران و خواهران بسیار گرانقدر و عزیزم، بیاین یک بار فکر کنیم چی عملی به این اندازه ثواب داره؟ از ذبح نمودن حیوانی به عنوان قربانی صدها هزار نیکی به صاحبش می رسه. متوجه هستین؟ اگر شخصی به منظور شمردن امی موهای گوسفند و یا بز و گاوی که دارین برای قربانی گرفتین، طلوع صبح صادق شروع بکنین تا غروب مشغول حساب کردن موهایش باشین، باز همی در قدرت من و شما نیست و نمیتوانیم او را حساب بکنیم. حالا باید یک فکر بکنیم، سبحان الله، ببینیم که چقدر و چی اندازه ثواب نصیب کسی میشه که قربانی میکنه و این شایسته است، مناسب است که افراد متدین اگرچه قربانی بر آنها واجب هم نباشه اما باز هم این عمل مهم را نادیده نگرفته و قربانی میکنند. زیرا اگر این فرصت از دست برود مطمئن باشین که جای دیگری میسر نمیشه و هیچ کسی نمیتونه به این اندازه یا به این قدر سادگی نیکی را کسب بکنه. حالا اگر یک انسان توانگر است، پولدار است، برای خودش قربانی میگیره و اگر یک برادر داره، خواهر داره، ناتوان است و قربانی نداره، چی بهتر است که برای از او هم قربانی بگیره؟ یا برای خویشاوندانش که وفات کرده، مثلا پدرش بوده، مادرش بوده، برادرش بوده و یا یک انسان خوبی دیگری بوده، باید برای آنها قربانی بکنن. اگر توانش را دارن باید برشان قربانی بکنن که تا آنها هم از امی ثواب و از امی فضیلت قربانی بهرمند شوند. و فراموش نکنین که شایسته و بایسته است کسانی که قدرت و توانایی همین قربانی کردن را دارن به عوض پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان همسرانش باید قربانی بکنن و با این عمل خیرشان روح آنها را شاد بکنن. اگر نمیتوانن حداقل برای خودشان باید قربانی بکنن، زیرا همی ذبح قربانی در روز عید برای کسی که پولدار است یک 100% واجب است و باید حتما قربانی داشته باشه. شاید داشته باشین در قریه ها و در جایی که زندگی میکنین شخص پولدار باشه ولی در قربانی نمیکنه، بالاش واجب است قربانی نمیکنه، این بدانه که گناهکار میشه. و شخصا خود من کسایی را دیدم که نان برای خوردن نداشته، فقیر بوده، اما به خاطر عید قربان میایه، پول خود را جمع میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، یک محبت و اخلاصی که با عید قربان و قربانی کردن در راه الله سبحانه و تعالی داره از همه چیز سیر میشه و قربانی میخره، در روز عید قربانی میکنه. سبحان الله، این تو مردم هم ما داریم و او کسایی که دارند و قربانی نمیکنند و باز هم فراموش نکنند که این کارشان محروم شدن و بدنصیب شدن است قربانی است و علاوه بر ای تو انسان ها نیز گناهکار هم میشوند. و هر انسان باید کوشش بکنه و هر انسان باید از ته دل، از ته قلبش محبت با الله سبحانه و تعالی و با شعائر دینی داشته باشه. هیچگاه خود را محروم نمی سازه از این فضیلت بزرگ. قسمی که قبلا اشاره کردم
که در حدیث می آید به اندازه موهای آنها ثواب کسب می کنند. خب بیاییم ببینیم آیا چه قسم دل ما میشه به این قدر راحتی به این سادگی با همین فضیلت بزرگ را از دوست بدهیم. شاید سالهای سال عبادت کردیم، شاید سالهای سال کارهای خیر کردیم، ولی ثوابی به این اندازه نگرفتیم. حالا که یک قربانی کردن این قدر ثوابی زیاد داره، پس چرا محروم بسازیم خودمان را؟ چرا بعضی برادرانی هستند که سندل هستند، توانایی دارن، قدرت مالی دارن، اما راضی نمیشن که یک قربانی بکنن؟ چرا؟ و باید فراموش نکنن که هدف از قربانی یعنی رضایت الله سبحانه و تعالی باشه و خاص به خاطر از او ذبح نمودن باشه. هدف از قربانی کردن گوشت خوردن نباشه. اگر به فکر ازی باشیم که در خانه مریض داریم باید گوسفند ذبح نکنیم که ما گوشتش استفاده کرده نمیتونیم، یا یک بزر ذبح بکنیم یا یک چیز دیگر ذبح بکنیم، یا فرمایشات باشه یک قسم عجیب و غریب گپا باشه و صرف هدفشان اونمو خوردن گوشت باشه، بعد یه قربانیشان ثواب نمیداشته باشه. قربانی که میگیری با نظر به اونمو شرط و شرایطی که باید یک قربانی داشته باشه، با اونمو شرط و شرایط انتخابش میکنی و او را صرفاً خاص به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی و خاص به خاطر ای که ای یک سنت ابراهیمی اجداد ما شماست، یک سنت ابراهیمی سنت پدر ما شماست، باید به همین منوال پیش برویم، به همین طریق قربانی را بگیریم، به همین طریق ذبح بکنیم تا شود که رضایت الله سبحانه و تعالی را کسب نماییم و بیشترین ثواب را از آن خود نماییم که بیشترین ثوابش به اندازه تارهای موهایش بود. خوشا به حال آن کسی که حتی بالایش واجب نیست ولی شوق و علاقه و محبتی که با الله و با شعائرش داره، از روی ثواب، از روی فضیلت این آدم قربانی میکنه. خوشا به حالش. الله سبحانه و تعالی همه من و شما را هدایت نصیب بگرداند و من و شما را از این فضیلت بزرگی که قربانی است محروم نسازد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهین در این کاروان خیر سهیم باشین و اگر می خواهید قربانی هایتان را در افغانستان از طریق بنیاد ایمان انجام دهید، پس قیمت های مشخص شده گاوهای خرد، کلان، متوسط و همچنان بز و گوسفند های خرد و کلان و متوسط در این تصویر درج شده است. اگر خواستین در این کار خیر سهیم شوین، پس ما در خدمت شما هستیم. اگر شما می خواهین قربانی هایتان را در افغانستان از طریق بنیاد ایمان انجام دهید، پس در این شماره واتساپی که در روی صفحه است با ما در تماس شوین.